حالا نگاهی بندازیم ببینیم در صفحات اول روزنامه‌های بین‌المللی خبرهای مهم از چشم آنها چه بود. امروز تیتر دوم نیویورک تایمز در سمت چپ از تصمیم سازمان غذا و داروی آمریکا در صدور مجوز برای واکسن فایزر خبر داده و از آمادگی این شرکت داروسازی برای فرستادن 3 میلیون دوز به آمریکا. نیویورک تایمز این رو یک تصمیم تاریخی توصیف کرده برای کشوری که تعداد قربانیانش از کووید 19 حالا به نزدیک به 300 هزار نفر رسیده. آمریکا ششمین کشوریه که واکسن فایزر آمریکا و همکاری مشترک با بیوانتک آلمان رو تایید میکنه، پس از بریتانیا، کانادا، بحرین، عربستان سعودی و مکزیک. به گزارش نیویورک تایمز کاخ سفید به شدت سازمان غذا و دارو رو زیر فشار گذاشته بود تا این واکسن رو جمعه تایید کنه، تا اونجا که به رئیس این نهاد هشدار داده شده بود که تا پایان روز جمعه مجوز استفاده اضطراری از واکسن فایزر رو صادر کنه یا دنبال یک کار جدید بگرده. عنوان اول نیویورک تایمز از حکم دیوان عالی آمریکا خبر داده که شکایت ایالت تگزاس برای باطل کردن آرای انتخابات رو رد کرده. دادستان کل تگزاس از دیوان عالی خواسته بود آرای 4 ایالت رو باطل کنه، اما در دیوان عالی که 6-3 در اختیار محافظه‌کارانه، 2 قاضی گفتن آمادن که شواهد رو بشنون، اما با 7 قاضی دیگه موافقت کردن که نتایج آرا رو باطل نخواهند کرد، حکمی که با انتقاد تند دونالد ترامپ روبرو شده. تحولات رأی دیوان عالی آمریکا و واکسن کرونا در گزارش شهره جولانی. دیوان عالی آمریکا آخرین مرحله همه پرونده‌ها و ادعاها و شکایت‌های حقوقی. قضات این دادگاه در حکمی کوتاه اما قاطع شکایت ایالت تگزاس در مورد رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کردند. شکایتی به نیابت از 4 ایالت جورجیا، میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین که حمایت بیش از 100 نماینده جمهورخواه را هم به همراه داشت. دادگاه گفته شکایت ایالت تگزاس فاقد وجاهت قانونی است. این آخرین و قوی ترین چالش حقوقی ترامپ برای بی‌اعتبار کردن روند رأی‌گیری ریاست جمهوری آمریکا است. رأی دیوان عالی نقطه پایان بر شکایت‌های قانونی متعدد دونالد ترامپ در دادگاه‌های آمریکا است، اما پایانی بر ادعای او نیست. باید دید ریاست جمهوری آینده چه کسی است. ما برنده شدیم. نتیجه در بعضی ایالت‌ها باید روشن بشود. او که پیشتر گفته بود نتیجه انتخابات در دیوان عالی روشن می شود، حالا در این توییت گفته این یک آبروریزی حقوقی است. اما این تنها توییت عصبانی آقای ترامپ نیست. او کمی پیشتر سازمان غذا و داروی آمریکا را به لاک پشتی پیر تشبیه کرده بود. عصبانی از روند کند تایید واکسن فایزر برای استفاده در آمریکا و زیر فشار گذاشتن مسئولان این سازمان تا حد استعفای رئیس این نهاد. هیچ واکسن کرونایی را تایید نمی کنیم مگر آزمایش کرده باشیم. تنها معیار ما برای تایید واکسن آزمایش های دقیق و مستمر پزشکی همکاران ما در آزمایشگاه هاست. به هیچ فشار یا نفوذی اجازه نمی دهیم این رویه را تغییر دهد. در پاسخ به این فشار و تایید واکسن، ترامپ خبر آن را اعلام کرد. خبر خیلی خوبی دارم. امروز ملت ما به یک معجزه پزشکی رسیده. تنها طی 9 ماه یک واکسن ایمن و مؤثر ساختیم. این یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی در طول تاریخ است. میلیون ها انسان را نجات می دهد و به زودی پایان می یابد. و پایان همگیری برای همیشه. با اینکه جنگ برای به رسمیت نشناختن رئیس جمهور آینده در آخرین جبهه ها هم به خط آخر رسیده، ترامپ برای اجرای احکام دیگری هم عجله نشان می‌دهد. در 2 روز گذشته حکم 2 محکوم به اعدام در آمریکا اجرا شده است که به نظر کارشناسان در دوره انتقالی کم سابق است. 17 ساله که اجرا نشده و این نشون میده از نظر حقوقی به حکم اعدام نیاز نداریم. اتفاقات این چند ماه و اعدامهای اخیر نشون داده که اجرای اونها یک روش سیاسیه و حداقلش اینه که باید تعلیق بشه. حالا رأی کالج‌های انتخاباتی آمریکا و رئیس جمهور آینده دوشنبه اعلام می‌شود و همزمان رویای ترامپ برای دوره دوم ریاست جمهوری به سراب تبدیل می‌شود. شهر جولانی، ایران اینترنشنال.
ایندیپندنت بریتانیا زیر عکسی از بوریس جانسون نخست وزیر از اون نقل کرده که گفته برگزیت بدون توافق It'll be wonderful. واقعا معلوم نیست آقای جانسون میگه It'll be wonderful منظورش چیه با شناختی که از آقای جانسون داریم. آیا منظورش اینه اگر هم بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج بشیم فوق‌العاده است؟ چیز خوبی بدک نیست؟ یا خیلی خراب کردیم مزاحمم نشین؟ 19 روز مونده به خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، دو طرف هنوز نتونستن شکاف عمیقی رو که بینشون هست برای دستیابی به یک توافق تجاری ببندن. لندن و بروکسل تا فردا به هم فرصت دادن. آقای جانسون خواسته بود کمیسیون اروپا رو دور بزنه و مستقیما با آنگلا مرکل و امانوئل مکرون صحبت کنه، اما اروپایی‌ها مخالفت کردن. اگر طلاق بدون یک توافق تجاری رخ بده، دو طرف میتونن بر واردات و صادرات تعرفه و مالیات وضع کنن و حق تجارت برای دیگری رو محدود کنن. برای مثال ماهیگیران فرانسوی یک سوم صیدشون از آب‌های بریتانیا است. اگر بریتانیا به اونها اجازه صید نده، اروپایی‌ها میتونن برای صادرات محصولات دریایی اینجا مشکل درست کنن. خلاصه آب گلالود شده، اما ممکنه هیچ کدوم نتونن ماهی بگیرند. فرهنگ جهانپور کارشناس مسائل بریتانیا از آکسفورد با ماست. آقای جهانپور، پیشبینی شما چه است از این بحرانی که در این میانه کرونا ما رو رها نمی‌کنه؟ ولی متاسفانه در بحبوحه کرونا این یک مشکل دیگری به مشکلات زیاد انگلستان داره اضافه میکنه. همطور که اطلاع دارین، درست یک سال قبل وقتی که آقای جانسون در انتخابات شرکت کرد، گفت که من یک موافقت نامه به قول خودش آون ردی، آماده رفتن به تنور دارم، که همین که من نخست وزیر شدم این رو به اجرا میذارم. الان یک سال گذشته و فقط چند روز دیگر تا آخر سال باقی نمانده، چون که باید اگر موافقت نامه هم برسن این به وسیله پارلمان بریتانیا و پارلمان کشورهای دیگه به تصویب برسه، این در حقیقت تا روز یک شنبه فردا شب آخرین مهلته. میبینیم که متاسفانه نه تنها موافقت نامه وجود نداشت، کار به اینجا رسیده که انگلستان داره کشتی‌های جنگی خودش رو آماده می‌کنه تا جلوی کشتی‌های ماهیگیری اروپا رو بگیرن. وضع بسیار واقعا اسفناک و غم‌انگیزه. در بدترین حالت آقای جهانپور چه ممکنه رخ بده؟ والا می‌دونید که این مشکلاتی که اینها دارن با هم دیگه میشه در سه مورد خلاصه کرد. یکی همین که اشاره فرمودید، این ماهیگیری، چون که نه تنها در 40 سال گذشته که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا بود، بلکه از ده‌ها سال قبل از اون هم کشتی‌های ماهیگیری بریتانیا در آب‌های اروپا می‌رفتن و خب بیشتر ماهیگیرهای اروپا در آب‌های بریتانیا، مخصوصاً در دریای شمال که ماهی زیادتری داره در اطراف اسکاتلند، ماهی می‌گرفتن. منتها یکی از بحث‌های آقای جانسون در طرفدارانش در انتخابات این بود که ما می‌خوایم به استقلال کامل برسیم و حاکمیت خودمون رو بر روی آب‌هامون تضمین بکنیم. خب این معنیش این شده که دیگران نمیتونن بیان بدون اجازه ما. و خب همچنین فرمودین، البته اروپا هم جلوی رو خواهد گرفت. این یک موضوع ماهیگیری است که البته از نظر تجاری و مالی ارزش اونطور زیادی نداره. ولی دو مشکل دیگه که در حقیقت مشکل اساسی است، یکی از که بریتانیا معتقده که باید مقررات صنعتی یا تجاری یا اداری و غیره که به وسیله اتحادیه اروپا تصویب میشه شامل حال بریتانیا نشه. اروپا میگه اگر شما خواهید جزء بازار مشترک باشین و کالاهاتون رو در اینجا بفروشین، باید از همین مقررات پیروی بکنید. و خب این مشکل اساسی، چون که نقض میکنه ایده بریتانیا را برای استقلال کامل. موضوع سومی است که اگر اختلافی بینشون اتفاق افتاد، این اختلاف در کجا حل و فصل بشه. اروپا میگه باید بره به دادگاه اروپا، ولی بریتانیا میگه که ما استقلال کامل میخوایم و دیگه دادگاه اروپا رو به رسمیت نمیشناسیم. این است که اگر که این به نتیجه نرسن، نتیجه این خواهد شد باید برن به مقررات تجارت بین‌الملل که بین 2 تا حتی 40% روی ارقام مختلف مالیات بگذارن. از طرف دیگر، جدا از روابط تجاری، روابط خود مردم بریتانیا که به راحتی سفر میکردن به کشورهای اروپایی از اول ژانویه، اون چه اتفاقی میفته؟
خیلی بد میشه. یعنی اتفاقا همین امروز بنده نامه داشتم از بیمه اتومبیل که از این بعد اجازه رفتن به اروپا بدون بیمه جدید برای اروپا نداریم. افرادی که دائم مثل خود ما در حال رفت و آمد بودن با اروپا، براشون مشکلات خیلی زیاد روبرو خواهند شد. یعنی که واقعا این زندگی مردم رو خیلی مشکل تر میکنه. و آقای جهانپور، این از لحاظ اینکه سفر کنند بریتانیایی ها به اروپا و بالعکس، آیا اصلا صحبتی شده که ممکنه برای مثال محدودیت هایی گذاشته بشه؟ یعنی اصلا درباره این موارد صحبت شده یا ویزا گذاشته بشه در دراز مدت؟ درباره اینها چه میدونیم؟ اینان یعنی واقعا هنوز روشن نیست که تا چه حد میخوان با این اختلافات پیش برن. ولی بنده مثلا فرض کنیم فرزند خودم در اروپا مقیمه، در حدود 1.5 میلیون بریتانیایی مقیم اروپا هستن، بیش از 4 میلیون افراد اروپا مقیم بریتانیا هستن و اینها خب بدون مشکل رفت آمد میکردن و از تمام مقررات بیمه و غیره و بیمه پزشکی برخوردار بودن. الان واقعا معلوم نیست که یک ماه دیگه اینها آیا بیمه پزشکی خواهند داشت، بیمه اتومبیل خواهند داشت، موقع بازگشت باید از کم که ویزا بگیرن. این هست که تمام این مسائل خیلی هنوز بغرنجه و مسلماً آینده رو خیلی برای هر دو طرف سخت و تلخ خواهد کرد. اگر بدون یک توافق تجاری دو طرف مجبور بشن از همدیگه خداحافظی کنن، چقدر فکر میکنین که اروپا ممکنه با خودش بگه که خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که بریتانیایی ها راحت هر موقع خواستن سرش رو بزنن پایین بیان اینجا، ما باید نشون باید ثابت کنیم که این جدایی شما از ما یک پیامد منفی براتون داشته و زندگی رو سخت‌تر کنن برای رفت و آمد بین دو طرف؟ اینان همینطور که در اخبار فرمودین، آقای جانسون میخواست که با رؤسای کشورهای اروپا جداگانه صحبت کنه، بلکه اختلافی در بینشون ایجاد بکنه. مثلا آلمان بگه که ما حاضریم موافقت بکنیم، فرانسه بگه حاضر نیستیم، و خود این یک کمی به نفع بریتانیا تمام بشه. ولی میدونین که هم رئیس جمهور فرانسه و هم خانم انگلا مرکل پاسخ تلفن آقای جانسون را ندیدیم، آماده صحبت تلفنی با ایشون نشدم. امروز هم بعد از ظهر تقریبا 1 ساعت پیش آقای وزیر سر رئیس جمهور فرانسه یک اعلامیه صادر کرد و گفت که آرام باشین ولی ادامه بدهین. یعنی معلوم نیست که چی میگه، خیلی گنگه، ولی فکر میکنم داره به ماهیگیرها میگه که نگران نباشین، بریم پیش ماهیاتون رو بگیریم. یعنی که بنده خیال میکنم مخصوصا این بحث در بریتانیا که چندین کشتی جنگی رو آماده کردن که جلو کشتی های اروپایی رو بگیره، اثر بسیار منفی و سختی در اروپایی خواهد داشت و رسیدن به یک توافق رو برای دو طرف خیلی مشکل‌تر خواهد کرد. بنده خیال میکنم که هم خانم مرکل و هم رؤسای کشورهای دیگه موزه بسیار سخت‌تری با بریتانیا بگیرن. فرنگ جهانپور، متشکرم از صحبت با ما. متشکرم. تیتر اول روزنامه سعودی الشرق الاوسط چاپ لندن: تنش در عراق با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن سلیمانی. این روزنامه نوشته که عراق این روزها شاهد شرایط پرتنشیه، در حالی که گروه‌های عراقی نزدیک به ایران برای برگزاری مراسم سالگرد آماده میشن، حیدر عبادی نخست وزیر پیشین بمبی خبری منفجر کرد وقتی گفت بغداد به پهپادهای آمریکایی که سلیمانی رو هدف قرار دادند مجوز پرواز داده بود. هرچند عادل عبدالمهدی که آن زمان نخست وزیر بود به سرعت این خبر رو تکذیب کرد و گفت آمریکا قبل از عملیات از او خواست محدودیت پرواز رو برداره. او مخالفت کرد، به رغم مخالفت پهپادها به پرواز درآمدند. زیر عکسی هم که شرق الاوسط برای این خبر استفاده کرده نوشته جنگنده های سعودی به همراه 2 بمب‌افکن B-52 آمریکا در آسمان عربستان به حرکت درآمدند و به ایران به خاطر تهدیدهای این کشور علیه امنیت منطقه به گفته شرق الاوسط هشدار دادند. این روزنامه در خبر دیگری استقرار نیروهای روس در جنوب و شرق سوریه رو هشداری به ایران تلقی کرده. به نوشته این روزنامه روس‌ها در بوکمال و جولان مستقر شدند، مناطقی که نیروهای شبه نظامی نزدیک به ایران آنجا حضور دارند. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته این اقدام هشداری به تهرانه که باید اونجا رو تخلیه کنه.
روسیه به تازگی گفته به گشتی‌های دولت سوریه در جنوب کمک می‌کنه. شرق الوسط در بالای صفحه به برقراری روابط بین اسرائیل و مراکش اشاره کرده و از قول دولت مراکش نوشته که تماس با اسرائیل به معنای عادی سازی روابط نیست. به گفته شرق الوسط به رغم اینکه منابع سیاسی در اسرائیل گفتن به زودی پیمان صلح بین دو کشور امضا میشه، ولی وزیر خارجه مراکش گفته که کشورش تا سال 2002 با اسرائیل تماس داشته و برقراری مجدد این تماس‌ها با عادی سازی روابط متفاوته. بابک اسحاقی در تل آویو گزارشی در این باره تهیه کرده. توریست‌های اسرائیلی جشن هنوکا و یا معجزه نورها را در دبی جشن می‌گیرند. صحنه‌ای که تا چندی پیش غیر قابل باور بود. اما قطار صلح و دوستی که چندی است از این منطقه عبور می‌کند، ناممکن‌ها را ممکن کرده است و هر چند گاهی یکی دیگر از کشورهای مسلمان و عرب سوار بر این قطار می‌شوند. و اکنون نوبت کشور مراکش است. در این جشن هنوکا ما امروز یک دستاورد بزرگ دیگر برای کشور و شهروندان اسرائیل برمغان آوردیم. اجازه دهید من از پادشاه مراکش محمد ششم برای آمادگی برای امضای توافق صلح با اسرائیل سپاسگزاری کنم. همکنون اعلیحضرت محمد ششم به رئیس جمهور اعلام کرد که مراکش اقدامات لازم را برای از سرگیری روابط با اسرائیل در چندین ساعت انجام دهد. ابتدا این روابط با پروازهای مستقیم بین دو کشور آغاز می شود. ما به این واقعیت توجه داریم که مراکش دارای یک جامعه یهودی بزرگ است که در اسرائیل زندگی می کند و یک ارتباط قوی با مراکش را حفظ کرده است. در اسرائیل از این توافق‌های صلح با اعراب بسیار استقبال می‌شود و تقریباً همه یهودیان اسرائیل این توافق‌ها را به فال نیک می‌گیرند. رابطه جدید دیپلماتیک با مراکش چیزی است که برای هر دو کشور واقعاً زیباست. امیدوارم که این آغاز موفقیت‌های دیپلماتیک بیشتر بین اسرائیل و سایر کشورهای خاورمیانه و البته آفریقای شمالی باشد و فلسطینیان نیز نفرات بعدی خواهند بود. بسیاری از کشورهای جهان نیز عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و کشورهای عرب و مسلمان را قدمی مهم در راه ایجاد صلح در منطقه می‌دانند. اما این توافق‌ها مخالفان بزرگی هم دارد که جمهوری اسلامی ایران و فلسطینیان در رأس آن هستند. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران توافق با مراکش را خیانت به جهان اسلام دانست و فلسطینیان پیوستن هر کشور عرب به این توافق‌ها را میخی بر تابوت ایجاد کشور فلسطین در آینده و خیانت به آرمان‌های فلسطین می‌دانند. اما در این روزها آنچه بیشتر از آرمان‌های فلسطینیان ذهن کشورهای عرب را به خود مشغول داشته، تهدیدات جمهوری اسلامی و ایجاد پیمانی استراتژیک با اسرائیل برای مقابله با این تهدیدات است. بسیاری در اسرائیل میگویند که ایران توانسته آنچه را که در طی 70 سال هیچ گونه میانجیگری در دنیا نتوانست انجام دهد و انجام برساند. صلح بین اسرائیل و اعراب. بابک اسحاقی، ایران اینترنشنال، اسرائیل.